گیلاسیا سلام، چطورید؟ امروز براتون یکی دیگه از خفن‌ترین‌های هالیوود آوردم به اسم 2012. این فیلم سال 2009 پخش شد. اونایی که هم دوره‌ای من باشن یادشونه که 2-3 سال شبا با استرس می‌خوابیدیم چون میگفتن دنیا میخواد 2012 تموم بشه. بعد انقدرم این صحنه‌های بد داشت که کلاً کورکوپرمون می‌ریختش. امیدوارم ازش لذت ببرید. یادتون نره کامنت بذارید، لایک و سابسکرایب بکنید و اینکه حواستون به اسپویل کامل فیلم باشه. بریم که ببینیمش. با شروع فیلم دانشمندی به اسم دکتر هیمز رو می‌بینیم که در سال 2009 به کشور هند پیش یکی از همکاراش یعنی دکتر ساتنام میره. ساتنام یه دانشمند و بعد اینکه به یه آزمایشگاه زیرزمینی میرن به هیمز اطلاعات وحشتناکی رو میده که دنیا قراره خیلی زود تموم بشه. میگه دمای زمین خیلی رفته بالا و حتی آب دریاها دارن می‌جوشن، اتفاقی که می‌تونه کل دنیا رو تموم کنه. هیمز هم برای شنیدن همه توضیحات با عجله میره آمریکا تا راجع بهش با دولت صحبت بکنه. برای همینم هم پیش نزدیکترین فرد پیش رئیس جمهور یعنی کارل میره و بعد توضیح دادنش با هم میرن پیش رئیس جمهور. سکانس بعد به سال 2010 میرسیم. رئیس جمهور جلسه با سران کشورهای دیگه گذاشته و راجع به پایان دنیا داره صحبت میکنه. میفهمیم قضیه خیلی جدیه و سران کشورها تصمیم میگیرن با کمک هم پروژه‌ای برای نجات انجام بدن. حالا به محل ساخت این وسیله‌های نجات میریم. محل ساختشون توی روستایی در آسیا یعنی تبت است. وقتی ارتش در حال خارج کردن مردم از اون محل میبینیم متوجه میشیم که قضیه پایان دنیا یه راز مونده و ارتشی‌ها مردم رو بهونه ساخت یه ساختمون دارن اونجا بیرون میکنن. سال 2011 میرسه. همچنان مردم از همه چیز بیخبرن، در حالی که یه سری پولدار از جمله شیخ‌های دبی دارن با قیمت‌های نجومی حدود 1 میلیون دلار یعنی 45 میلیارد تومان الان بلیط‌های ورود به این کشتی‌های نجات رو تهیه میکنن. سال 2012 میرسه. اینجا با شخصیت اصلیمون یعنی جکسون آشنا میشیم. اونم مثل بقیه مردم عادی از این قضیه بیخبره و روز عادی خودش توی لس آنجلس به عنوان یه نویسنده داستان علمی تخیلی شروع میکنه. بعد حاضر شدن به خونه زن سابقش راه میفته تا بچه‌هاشو ببره پارک برای گردش. این در حالیه که قسمتی از شهر رو میبینیم که یه ترک بزرگ روی زمین پدیدار میشه و مردم هم با جو گفتن و مسخره بازی دارن ازش میگذرن. جکسون به خونه زن سابقش میرسه، جایی که دوست پسر اون یعنی گوردون رو هم میبینه. جکسون هم میفهمه گوردون خیلی پول داره و جدا از اون به خاطر وقت زیادی که خودش برای کار و زندگیش داره میذاره، رابطه بچه‌هاش با گوردون بهتر شده. همه اینا در حالیه که دو قسمت دیگه از آمریکا رئیس جمهور هم داره با دانشمند اول فیلم یعنی هیلمزی توی اتاقش صحبت میکنه. هیلمزی میگه همه چیز داره خیلی سریعتر از چیزی که توقع داشتین پیش میره. حتی ممکنه تا فردا هم وقت نداشته باشیم و برای همین باید خیلی سریع به سمت کشتی‌های نجات بریم. بعدش هم همراه کال که دست راست رئیس جمهور بود چند تا ارتشی برمی‌دارن تا برای فهمیدن زمان دقیق پایان دنیا به نقطه‌ای از شهر برن. نقطه‌ای که توی پارکی به نام یلوستون قرار گرفته و بیشتر از کل زمین دمای هوا و زمینش رفته بالا. یادتونه که جکسون و بچه‌هاش قرار بود به پارک برای تفریح برن که همینجاست. منتها وقتی میرسن و بی توجه به اختارهای امنیتی واردش میشن، دریاچه معروف پارکو میبینن. دریاچه‌ای که حالا مثل یک کویر شده و آب درونش از دمای زیاد داره جوش میاد. یه دفعه کلی ماشین و هلیکوپتر ارتش سمت این سه نفر میان و جوری که انگار یه جرم بزرگ کردن اونا رو به پایگاه میبرن. پایگاهی که توش دکتر هیلمزلی هم هست و بعد رسیدن در جکسون و بچه‌هاش میاد باهاشون صحبت کنه و وقتی میفهمه که فقط برای تفریح اومدن خیلی بیخیال و راحت میگه اب نداره برید. برمیگردیم پیش هیلمزلی که به همکار هندی خودش یعنی دکتر ساتنام که اول فیلم دیدیم زنگ میزنه و اطلاعاتشون رو با هم به اشتراک میذارن. ساتنام با نگرانی میگه همه چیز همین الان شروع شده. اون توضیح میده گرمای بیش از حد هسته زمین کارشو کرد و از الان اتفاقی وحشتناک شروع میشه چون زمین میخواد خودشو خنک کنه. هلمزن با نگرانی میگه همین الان برنامه نجات کسایی که بلیت خریدن رو شروع میکنیم و به دکتر ساتنام قول میده چند نفر همین الان برای نجات خانواده‌اش بفرسته. سکانس بعد جکسون و بچه‌هاش میبینیم که حالا توی قسمت دیگه ای از پارک کمپ کردن. بعد اینکه بچه‌ها به چادر میرن تا بخوابن، جکسون صدای میشنوه و میره سمتش که با مردی به نام چارلی آشنا میشه. چارلی یه ماشین ون داره که از توش یه برنامه رادیویی برگزار میکنه. برنامه‌ای که موضوع اصلیش در مورد پایان دنیا توی همین چند روزه. جکسون هم با کنجکاوی شروع به سوال کردن میکنه که چارلی همه تئوری خودش رو بهش میگه. اون میگه دولت‌ها یه چیز مهم از ما مخفی کردن. اتفاقی وحشتناکی داره میفته و هر کسی خواسته مردم اطلاع بده که پایان دنیا نزدیکه، خیلی سریع اونو کشتنش. اون حتی به جکسون میگه من میدونم سیاستمدارا برای نجات خودشون دارن یه سری سفینه یا کشتی درست میکنن و میدونم اونا کجان. جکسون هم دیگه کلا به عقل شک میکنه و پیش بچه‌هاش میره. شبم میگذره و روز بعد میرسه. تو سکانس یه فروشگاه میبینیم که یه دفعه وسط زمین ترک میخوره و انقدر پیش میره که کل فروشگاه دو قسمت میشه. خبر چند تا اتفاق مشابه هم توی دنیا میپیچه و همسر سابق جکسون یعنی کیت اینا رو میشنوه و سری به زنگ میزنه که بچه‌ها رو بیاره خونه. دفتر رئیس جمهور هم میبینیم که همه چیز به هم ریخته و کارل داره بهش میگه باید همین الان به سمت کشتی حرکت
حرکت کنیم. این در حالیه که تنها 4 تاشون تا الان ساخته شده و این تعداد نه تنها برای همه مردم جهان، حتی برای اونایی که بلیط خریدن هم کافی نیست. هلمزی سرگ جلسه بین‌المللی برقرار می‌کنه و به سران همه کشورها میگه وقت فراره. جکسون هم می‌بینه که بچه‌ها رو به خونه میرسونه و از اونجا میره. حالا می‌فهمیم جدا از نویسندگی، این مرد یه شغل دوم هم داره که به عنوان راننده یه آدم خیلی پولدار و معروف به نام یوری کار می‌کنه. این شب یوری به همراه دوست دختر جوونش به یه مسابقه زیرزمینی میرن که پول زیادی هم شرط می‌بنده. وسط مسابقه یه رفیق پیام برش میاد. توی اون نوشته شده آغاز سوار شدن به کشتی و می‌فهمیم که اونم یه بلیط برای این پروژه دولت خریده و خیلی پول داره. خیلی سریع بی‌توجه به پولی که شرط بسته به هتل میرو با جکسون تماس می‌گیره. این مرد که الان می‌فهمه که زندگی دیگه هم داره، به جکسون میگه سریع بره به خونه‌ش و جفت بچه‌هاشو به فرودگاهی بیاره که خودش اونجا منتظرشه. جکسون هم همین کارو انجام میده و بی‌خبر از همه چی وقتی به فرودگاه میرسه، بچه‌ها به همراه پدرشون و دوست دختر باباشون به سمت جت شخصی میرن. یکی از بچه‌ها که خیلی تو مخ انه رو به جکسون میگه ما داریم میریم توی کشتی که زنده بمونیم و تو که بدبخت بیچاره‌ای زود می‌میری. این حرف تو مخ جکسون میمونه چون همه چیز داره براش روشن میشه. چیزایی که توی پارک دیده بود، حرفای چارلی، ترک خوردن زمین، فرار یه دفعه یوریو، برای همینا میفهمه یه اتفاق خیلی بزرگ داره میفته. سری میره پیش صاحب فرودگاه شخصی و با گرو گذاشتن ساعتش که خیلی هم گرونه، میگه من تا یه ساعت دیگه با خانواده‌ام میام اینجا، بازم بهت پول میدم، فقط ما رو از اینجا ببر بیرون. بعدم با سرعت سمت خونه همسر سابقش حرکت میکنه و توی راه بهش زنگ میزنه و میگه همه چیزو جمع کنید و آماده باشید. کیت اصلا باور نمیکنه، ولی یه دفعه زمین میلرزه و انقدر شدیده که همشون یه جا قایم میشن. زلزله باز ادامه داره و خونه داره میریزه که تصمیم میگیرن همشون بیان بیرون و همونجا جکسون هم سر میرسه و به همسر سابقش کمک میکنه تا همراه بچه‌ها و دوست پسرش گوردون سوار ماشین بشن. جکسون تخت گاز میره در حالی که دور تا دورش خونه‌ها میریزن و حتی زمین داره بارها و بارها ترک میخوره و میره تو. شهر داره میره زیر زمین و شاهد یکی از وحشتناک‌ترین و بهترین جلوه‌های ویژه هالیوودیم. بر سختی هست و بعد چند بار نجات از مرگ حتمی، جکسون به فرودگاه میرسه که میفهمه خلبان مرده. یه دفعه کیت بهش میگه گوردون خلبانی بلده. هرچی بهش میگن بشین پشت هواپیما، میگه من فقط دوره آموزشی دیدم و هیچی نمیدونم. اما وقتی میبینه آخرین راهشونه، قبول میکنه و میشینه پشت هواپیما و در حالی که پشتشون زمین داره فرو میریزه، بالاخره به پرواز در میان. این پایان نیست و گوردون مجبور چند بار هواپیما رو از سقوط حتمی به خاطر ساختمونایی که دارن میریزن نجات بده. خانواده با وحشت پشت سرشون شهر نابود شده نگاه میکنن و کیت میگه حالا باید چیکار کنیم. جکسون هم یادش میفته و میگه مردی به اسم چارلی بود که همه اینا رو از قبل میدونست و میگفت آدرس کشتیهایی که دولت برای نجات ساخته رو داره، باید بریم پیشش تا بتونیم زنده بمونیم. بعدم یادش میاد که چارلی گفته بود من میخوام همینجا بمونم تا لحظه تموم شدن دنیا رو از رادیو گزارش بکنم و سری گوردون به همون آدرسی که جکسون میگه میره. بعد فرود موفق خیلی سری جکسون به سمتی که چارلی هست حرکت میکنه و دخترش لیلی هم که نگران باباشه دنبالش میره. بالاخره میرسن و جکسون با وحشت میپرسه آدرسی که بهم گفتی کجاست. یه لحظه هر دو صدای میشنون و با نگاه کردن طرف دیگه نابودی وحشتناک زمین رو به چشم میبینن. چارلی میگه این روز قیامت و بعد خواهش جکسون بهش میگه نقشه اونجا توی ماشین نه میتونی بری برش داری. اونم که دیگه هیچ راهی نمونده بچه‌شو برمی‌داره و با سرعت با ماشین چارلی به سمت هواپیما میان. گوردون، کیت و بچه دیگه هم در کنار هواپیما متوجه این صحنه میشن. جایی که یک کوه مثل بمب از فشار مواد مذاب میترکه و تیکه‌های آتش همه جا فرود میاد. گوردون میگه باید سریع راه بیفتیم و میره داخل هواپیما رو آماده کنه. جکسون با سرعت میاد پایین و حتی یه تیکه ماشینش منفجر میشه و میرسن به جایی که ماشین تو قسمتی از فرو رفتگی گیر میکنه. سری دخترشو میاره بیرون و برمیگرده که خودش نقشه رو برداره و لیلی هم سوار هواپیما میشه. خودش هنوز گیر کرده و گوردون که میبینه پشت سرش زمین داره فرو میریزه، هواپیما رو به حرکت در میاره. یه دفعه جکسون رو میبینیم که خودشو بیرون میکشه و با دویدن موفق میشه بیاد تو. اونم در حالی که نقشه جایی که باید برن رو از ماشین آورده. اما بقیه میگه باید یه وسیله بزرگتر پیدا کنیم چون این هواپیما به اونجا نمیرسه. حالا مقصدشون کجاست؟ چین. برمیگردیم به قسمت دیگه ای از آمریکا که دست راست صدای جمهور یعنی کارل میاد پیشش و میگه باید بریم. اونم میگه میخوام با هلمزی صحبت کنم و وقتی تنها میشم میگه من باهاتون نمیام، میخوام پیش مردم بمونم و بهشون بگم واقعیت چیه. هواپیمای جکسون هم میبینیم که توی لاس وگاس فرود میان تا بتونن یه بلیط برای چین بخرن. توی همین فرودگاه و کمی اون طرفتر سرمایه دار یعنی یوری با بچهای تو مخش هم هستن. هواپیمای اینا هم خراب شده و حالا مجبورن برگردن به ترمینال تا یه راه دیگه برای رفتن به چین پیدا بکنن. توی شهر دیگه هم هلمزی میره به هواپیمای رئیس جمهور رو میگه که رئیس جمهور با همون نمیاد و برای همین تصمیم میگیرن که خودشون حرکت بکنن. یه دختر دیگه هم توی هواپیما هست که یکی از مامورها تلفن رو بهش میده. اون طرف خطم کسی نیست جز رئیس جمهور که بهش میگه دخترم من باید پیش مردم باشم و حقیقت رو بهشون بگم. حالا میفهمیم دختر رئیس جمهور اینجاست با گریه و ناراحتی از هم خدافظی میکنن. توی سراسر دنیا همه تصویرها یه دفعه میاد روی رئیس جمهور و اون برای اولین بار به مردم میگه که دنیا داره تموم میشه و حواستون باشه. برمیگردیم به فرودگاه لاس وگاس، جایی که هم خانواده یوری هم خانواده جکسون در به در دنبال راه فرارن و با هم روبرو میشن. اینجا خیلی اتفاقی، گوردون دوست دختر یوری
یوریو میشده چون جراح پلاستیکش بوده. همه جا آشوب و یلفه خلبان یوری به اسم ساشا سر میرسه و میگه یه راه فرار پیدا کردم ولی یه دونه کمک خلبان میخوام. دختر جکسون هم یلفه میگه گوردون خلبان و همشون با هم دیگه به سمت هواپیما حرکت میکنن. اون خیلی بزرگ و مخصوص باربریه. عقبش هم کلی ماشین خفن و گران قیمتی که برای نمایشگاه ماشین توی لاس وگاس آوردنشون. سری سوار میشن و با اینکه از برج مراقبت کلی اخطار بهشون میدن که راه نیفتید، موفق میشن به پرواز در بیان و یه بار دیگه از مرگ نجات پیدا کنن. در حالی که پشت سرشون شهر لاس وگاس داره با خاک یکسان میشه. سکانس بعد میریم به قسمتی از تبت. راهبه‌ای به نام نووا رو میبینیم که داره با مرشدش صحبت میکنه. راهبه‌ها میدونن دنیا داره تموم میشه و میخوان همشون کنار مردم بمونن و بمیرن، اما نووا میخواد هر جوری شده خودش و مادر بزرگش رو نجات بده. مرشدم به حرفاش گوش میده و در آخر کلید ماشینش رو میده که هر کاری میخواد بکنه. اونم سری خودش رو به برادرش که توی دولت کار میکنه میرسونه، ازش میخواد یه راهی جلوش بذاره و اونم قبول میکنه کمکش کنه که هم خودش هم مادر بزرگش از یه راه مخفی بیا توی یکی از کشتی‌ها که شماره 4 هستش. هواپیمای جکسون و یوریو میبینیم که خلبانشون ساشا میگه با هرگجا فرود بیایم که سوخت بگیریم و اینجا هوایی و بهترین جاست. همین که یکم سمت زمین میان، تنها چیزی که از هوایی مونده کلی مواد مذاب و همه چیز از بین رفته. نگرانی همه بیشتر میشه چون ساشا میگه هیچ جوره سوختمون به چین نمیرسه و مجبوری نزدیک چین توی آب فرود بیایم و یه جوری خودمون رو به خوشی برسونیم. دوباره رئیس جمهور رو میبینیم. اون توی کاخ سفید مونده و بیرون میاد تا به مردم کمک کنه. مردمی که خاکستر آتش فشان داره روی سرشون میریزه و یه رفیق زلزله دیگه میاد. میرسیم به یه سکانس خیلی دارک. وسط ایتالیا و جلوی کلیسای واتیکان هزاران نفر جمع شدن تا همراه پاپ برای نجات دعا کنن. وسط همین دعاها یه رفیق زمین میلرزه و کلیسا روی سرشون میریزه و همشون همونجا میمیرن. بعد دیدن اتفاقای رو زمین، هواپیمایی رو میبینیم که هلمزی داخلشه. دانشمندای دیگه هم اونجا رو میگن همین الان کلا جهت چرخش پوسته زمین عوض شد. اتفاق وحشتناکی که نتیجهش میتونه کلی سونامی بزرگ باشه. اولین سونامی اتفاق میفته. آب همه چیز رو با خودش به سمت خشکی شهر واشنگتن میاره. شهری که رئیس جمهور توش و زیر کلی خاکستره. سونامی همه چیز رو به سمتشون میاره و یه دفعه همه رو با هم میکشه. هواپیمای هلمزلی بالاخره به همون کشتی‌ها میرسه و میرن داخل که میفهمن تا الان پوسته زمین 23 درجه چرخیده. یعنی قطب شمال و جنوب هم جابجا شدن و یخ‌هاشون دارن هر لحظه آب میشن و کل زمین تا چند ساعت دیگه زیر آبه. هواپیمای دیگه‌مون رو میبینیم که ساشا میگه به خاطر کمبود سوخت و فشار زیاد هوا فقط یه موتور سالم داریم و کلا 18 دقیقه میتونیم روی هوا باشیم. ولی یه اتفاق عجیب افتاده. با اینکه الان باید روی اقیانوس نزدیک چین باشیم، وسط یه عالم خشکیم. ساشا بررسی میکنه و میفهمه کل زمین نزدیک به 2500 کیلومتر به خاطر اون 23 درجه جابجا شده. ما میدونیم که دلیلش اون بوده، اما اینا نمیدونستن. حالا وحشتشون بیشتره. هواپیما همه موتوراشو یه دفعه از دست میده و ساشا تنها راه نجاتو بهشون میگه. اونا به یه منطقه پر از برف و یخ رسیدن که نمیدونن کجاست. با گوش دادن به نقشه ساشا، هر کدوم از خانواده‌ها یه دونه ماشین عقب هواپیما رو سوار میشن. گوردون هم در هواپیما رو باز میکنه و خودش میدوه سمت ماشین که ساشا میگه منم بعدم میام. ماشینا میپرن بیرون. ساشا موفق میشه هواپیما رو هر جوری که هست قبل سقوط از لبه کوه متوقف کنه. اما زمین میلرزه و یه دفعه از نوک کوه پرت میشه که در نتیجه انفجاری وحشتناک ساشا هم جونش رو از دست میده. جفت خانواده دیگه توی بهت و وحشت به آتش هواپیما نگاه میکنن و با دیدن چند تا هلیکوپتر بزرگ که دارن یه سری حیوان رو حمل میکنن میفهمن توی نزدیکی کشتی های نجاتن. این حیوانا هم برای جلوگیری از انقراضشون دارن میرن اونجا. یکی از هلیکوپترها با دیدن این افراد کنارشون میاد پایین. یه فرمانده چینی پیاده میشه و میگه رمز عبورتون به کشتی چیه. یوری رمزشو میگه، اما از بردن خانواده جکسون خودداری میکنه. حالا میفهمیم این خانواده کلا هرمزاران با مسخره کردن بقیه سوار هلیکوپتر میشن و میرن. جکسون، بچه‌هاش، همسر سابقش و گوردون هم با ناباوری به هلیکوپتر نگاه میکنن و سکانس بعد دوباره دکتر هلمز رو میبینیم. به اون یه دفعه خبر میاد که یکی از کشتی‌ها به خاطر زمین لرزه نابود شده. حالا کلا 3 تا مونده و این یعنی نزدیک به هزاران نفر دیگه هم نمیتونن سوار شن. میایم به کوههایی که جکسون و خانواده‌اش توش بودن. اونا دارن با ذره‌ای از امید به سمتی که هلیکوپترها میرفتن قدم میزنن. یه دفعه ماشینی نزدیکشون وامیسته که توش کسی نیست جز راهبه‌ای که قبل تر دیدیم، نووا. اونا مادر بزرگش دارن میرن سمت کشتی‌ها و تصمیم میگیرن اینا رو هم با خودشون ببرن. توی سکانس غم انگیز دیگه اولین دانشمندی که از این قضیه باخبر شده بود یعنی دکتر ساتنام رو هم میبینیم. اونا خانواده‌اش دارن همراه مردم عادی دیگه توی صف طولانی سمت نیروهای ارتش میرن. یه دفعه موج بزرگ سونامی از نزدیکی اقیانوس سمتشون میاد. تنها کسی که باعث شد سیاستمدارا بفهمن آخر دنیا نزدیکه و برای نجات جونشون یه کاری بکنن زیر سونامی همراه بقیه میمیره. دکتر همزی رو میبینیم که بهش میگن 28 دقیقه مونده تا سونامی بیاد و باید قبلش کشتی ها رو ببندیم. نووا و خانواده جکسون هم همین لحظه به ورودی منطقه امنیتی میرسن. برادر نووا طبق قراری که داشتن میاد تا درو براش باز کنه و با دیدن این همه آدم شوکه میشه. اما به هر حال اونا رو میاره داخل. ورودی دیگه این منطقه هم یوری و خانواده‌اش هستن که با کلی مسافر دیگه منتظر
منتظر نوبتشونن که سوار کشتیشن. با دیدن جمعیت زیاد یوری شک میکنه و حالا میفهمه کشتی شماره 3 همونی که بلیتشو خریده بود از بین رفت و بدون توجه به نیروهای امنیتی به سمت تنها کشتی که هنوز درش باز راه میفته و مردم هم میرن دنبالش. از طرفی نوا و بقیه هم با کمک برادرش به یه ورودی مخفی برای همین کشتی شماره 4 میرسن. خیلی سری میرن داخلش تا از راه مخفی زیرش برن تو. همین لحظه یوری و افراد دیگه هم به زور میان داخل و میرسن به در دیگش. تمام درهای کشتی هم بسته شده و چند نفر از فشار جمعیت میافتن پایین. از طرفی هم هلمزی و دختر رئیس جمهور این صحنه رو میبینن و هلمزی تصمیم میگیره بهشون کمک بکنه. سری سران همه دولت‌ها رو جمع میکنه و بعد یه سخنرانی انگیزشی برای کمک به مردم همشون راضی میشن که این کارو انجام بدن. در به همه کشتی‌ها شروع به باز شدن میکنه در حالی که خانواده جکسون و نووا دارن از موتورخونه کشتی میرن تو و به خاطر حرکت چرخدنده جکسون، گوردون و برادر نووا توی قسمت خطرناک گیر میکنن. جکسون خودشو میکشه بالا. برادر نووا هنوز خودشو نگه داشته اما چرخدنده های در ورودی قدرتشون زیاده و پای اونو گیر میندازن. جکسون هم به زور اونو میکشه بالا اما پاهاش خورد میشن. نوبت گوردون میرسه که دیر و اون میوفه داخل چرخدنده و کلا خورد میشه و میمیره. این پایان ماجرا نیست. برادر نووا یه وسیله همراهش بود که حالا افتاده داخل چرخدنده و جلوی باز شدن کامل در رو میگیره. مردم هم به هر حال هر جوری که هست از همون در نیمه باز میرن داخل. آخرین نفرا هم میشن یوری و بچه‌هاش. بچه‌هاشو میفرسته تو اما نوبت خودش که میشه از فاصله بین کشتی و سکو میفته و میمیره. اینجا دوباره توی سکانس مرشل نوارا هم میبینیم. یادتون باشه اون خیلی نزدیک به این منطقه بود و توی معبدش که موج سونامی شدید بهش میرسه. زنگ معبد رو به صدا در میاره و میمیره. حالا سونامی تنها چند دقیقه با کشتی فاصله داره و ورودی‌ها موقع بسته شدن دوباره به دستگاهی که برادر نوا انداخته بود گیر میکنن. مهندسای کشتی دنبال دلیل این اتفاقن که توی دوربین‌های امنیتی با جکسون و خانواده‌اش روبرو میشن. هلمزی سری میخواد بره کمکشون اما یه رفع سونامی به کشتی میرسه و با برخوردش و بعد از ورود از در نیمه باز مجبور میشن درهای اتوماتیک دیگه مخصوصا به موتورخونه رو ببندن، جایی که جکسون گیر افتاده بود و حالا نمیتونن بهشون کمکی برسونن. هلمزی میکروفون موتورخونه رو روشن میکنه و به جکسون میگه تنها راه اینه که اون دستگاه رو در بیاری والا هممون میمیریم. اونم برای نجات جون همه دست به کار میشه و میره زیر آب تا چرخدنده‌ها رو آزاد کنه. نووا و برادرش هم که تا کمر زیر آب رفتن برادرش میگه ما میمیریم، اما نووا بهش میگه ایمان تو از دست نده. کشتی زیر آب داره نابود میشه و حتی به یک کوه یخی برخورد میکنه که یه دفعه جکسون اون دستگاهو میاره بیرون. کاپیتان کشتی هم همین لحظه دستور میده که موتور روشن کنن و با سرعت کشتی رو از اون منطقه دور میکنن که باعث میشه نجات پیدا کنن. نووا و برادرش که داشتن میمردن از آب میان بیرون. کیت و بچه‌ای که داشتن غرق میشدن نجات پیدا میکنن. جکسون که همه فکر میکردن مرده سرشو از آب میاره بیرون. تمام افراد کشتی خوشحال میشن و همو بغل میکنن. سکانس آخر فیلم 27 روز بعد رو میبینیم. به روایت روز 27ام از شروع جدید دنیا. درب کشتی‌ها باز میشه و افراد زنده برای اولین بار میان بیرون. دکتر هلمزی با همکارای دیگه‌اش صحبت میکنن و میفهمن زمین اونقدر که فکر میکردن نابود نشده و میشه دوباره ساختش. همه دنیا زیر آب رفته اما به خاطر چرخش پوسته زمین حالا قاره آفریقا 2 کیلومتر اومده بالا و حالا تنها خشکی روی زمینه. سه تا کشتی آخر رو میبینیم که سمت این قاره حرکت میکنن و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. یکی از ترسناک‌ترین موضوعای سینمای وحشت جهان انتقام زمین از ما، چون روح و جن و اینا همشون خیالین ولی این حقیقته. برای همینم هم از 2009 تا 2012 ما هر شب با استرس می‌خوابیدیم که دنیا می‌خواد واقعا تموم شه، چون می‌دونستیم یه روز زمین از ما انتقام می‌گیره. این فیلم راجع به گرمایش زمین بود و همه اینا حقیقتن اگه همینطوری پیش بره. برای همینم هست که الان می‌بینیم زلزله‌ها انقدر زیاد شدن، سونامی داره میاد، آتش‌فشان‌ها دارن فعال میشن. خیلی حرفا رو اون نمی‌زنن ولی کاملاً داره همین رو به ما میگه. پوسته زمین وقتی که حساسش زیاد داغ بشه میتونه همه این کار رو انجام بده. این برداشت خودم راجع به موضوعش بود. دو تا قسمت دارک داشت فیلم. یکی آخر آخرش اونجایی که کشتی میان بیرون و به هم لبخند میزنن و خوشحالن در حالی که روی میلیاردها میلیارد آدم وایستادن به خاطر اینکه پول نداشتن سوار کشتی بشن و حالا همشون مردن. یکی دیگه از چیزای دارکی که یه بار تو اینترنت راجع به فیلم خوندم بعد خیلی تو مخم مون، چند سال پیشم دیدم. یه نفر نوشته بود که آخر فیلم خیلی باید قشنگ باشه به خاطر اینکه دنیای جدیدی به وجود اومده که توش فقر صفره، بیکاری نداریم و جمعیتمون دیگه بیش از حد نیست، هممون به اندازه ایم. برای هممون هم آب و منابع کافی هستش. الان جالب بود چون بهش فکر کردم دیدم که توی دنیای واقعیت خودمونم هیچ راه دیگه ای نیست که بتونیم این 4 تا چیز رو به وجود بیاریم. این یه موضوعیه که باعث میشه آدم به ماهیت همه چیز شک کنه. دنیایی که تنها راه نجاتش همین چیزی بخواد باشه خیلی دردناک و غم انگیزه و انگاری اصلا هیچ انصافی توش نیست. آقا ببخشید دیگه مخاطونم درد آوردم دیگه، همین دیگه. فیلماتونو پیشنهادی بذارید، روزتون هم گلاسی.